بومبر بزن، بومبر خاک تو سرت، بومبر 6 5 3 بزن. سلام به ویدیوی دیگه، خیلی خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. قرار ادامه تاپ لدر رو از 2000 کا با هم داشته باشیم، دقیقا از همون کاری که دیروز با هم دیگه به انتهاش رسونیم و حتی یه بتل بیشتر. دوستان رنگ 700 جهان هستیم و قراره که توی این ویدیو حداقل 2100 بزنیم. بچه‌ها از 1700 شروع کردیم اگه یادتون باشه 4 5 روز پیش و الان به 2100 می‌خوایم برسیم و همینطوری بچه‌ها روز به روز براتون میذارم این ویدیوها رو و امیدوارم که تا انتهای ویدیو همراه من باشید. لایک یک ویدیو اصلا فراموش نشه دوستان و اگه بنده رو سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب بکنید. ویدیوهای خیلی خفن تازه براتون میذارم. بچه‌ها هیرو بهمون خوردن، میشناسم هیرو رو، احتمالاً شما هم بشناسید. توی همین ترکیبا رنگ 23 جهان رو یادم زده بود و پلیر خیلی خفن این رنگ 23 جهان داره هیرو و باید دید که چه اتفاقی میفته. حالا هیرو والا خیلی ها میگفتم کوشرش تی بگه و این ثابت نشد هیچ وقت. به نظر منم تی بگ نیستش، یعنی سطحش خیلی بالا، اصلا خودتون متوجه میشید هیرو چقدر گیم پلیش خفنه، ولی این شایعه به نظر من یه شایعه بسیار کذب و چرت و پرتی بود که توییتر خیلی باب شده بود بچه های مدت، چون هیرو نه توییتری داره نه اینستاگرامی نه یوتیوبی، هیچی نداره، ولی رنگاش بسیار و فوق العاده خفن. اینجا کارش تموم شد دوستان. دوستان من وایبر یه جورایی ورژن 2 سال پیشم رو گرفتم، خیلی احساس میکنم نزدیک شدم دوباره به وایب 2 سال پیشم و واقعا بچه ها دستم بسیار گرم شده و خودم احساس میکنم دیگه، مثلا گیم پلی 2 سال پیشم خودم نگاه میکنم ویدیوهاش هست، واقعا مو نمیزنه با الان. فقط تنها تفاوتی که داره مچاپ های راحت اون موقع بوده، یعنی مچاپ ها رو داشتم میدیدم، مثلا داشتم ویدیوها رو نگاه میکنم خودم پشمام میریخت، میگم چقدر مچاپ ها خوب بوده. و اینجا سپیت تکامون 90 داستان بشه، یه تورنادو. خب تابلو گرفت دوستان، تورنادو رو نگه میداریم الان میزنیم همین الان. خب بچه کینگ تاور اکتیف شد و دیگه کار این پلیر فوق العاده به نظر تموم میاد. داشتم میگفتم بچه واقعا گیم پلی هم هیچ تفاوتی الان با 2 سال پیش نداره، من داشتم واقعا میدیدم دیگه، خودم متوجه میشم که چطوری داستان. تنها تو تفاوت مچاپ های خیلی سختتر الانه و اون موقع من داشتم میدم چقدر مچاپ ها خوب بود خدایی، یعنی باورتون نمیشه چه مچاپ هایی من داشتم، خیلی راحت تر بودم. اوکی دارک دیگه کار تمومه، خودشم کارو تموم میکنه با این حرکت. امیدوارم که از بتل اول خوشتون اومده باشه، به همین راحتی ترین شکل ممکن تونستیم در واقع حریف رو مچاله بکنیم. بسیار عالی بود دوستان، بریم بتل بعدی. به همین راحتی بتل اول 27 تا کاپ گرفتیم، عالی بود. خب بچه ها بریم بتل بعدی دوستان. من یه کاری داشتم ویدیو رو قطع کردم، اوکی شد. خب به کینگ مرتضی خوردیم، میشناسمش از فکر کنم 5 سال پیشم میشناسم اینو، توی کلن بودیم همیشه، توی همین کلن بزرگان ایران من خودم بودم چند سال توش بودم و فکر کنم 4-5 سال پیش وارد این کلن شدم، حداقل 2 سال توش بودم بچه‌ها، حداقل دارم بهتون میگم. یکی از قدیمی ترین کلن های لوکال بود که من درش حضور داشتم، یعنی زمانی که من بودم امکان نداشت کلن دیگه بچه تو لوکال اول بشون، اون موقع خیلی بحث مثلا لوکال و کلن های لوکالی خیلی داغ بود و میدونستن وقتی من توی هر کلنی باشم، چون ارتباطم با پلیرهای خیلی خفنی زیاد بود، یعنی با هر کی که میخواستم صحبت میکنم اون موقع، همین الان اینجوری ها میبینید، مثلا من فرنیس خیلی از پلیرهای قوی رو دارم، اون موقع هم اینطوری بود، اون موقع خیلی بیشتر به تازه من اون موقع با محمد لایت هم حتی در ارتباط بودم. میگم وقتی هر کسی منو میتونست بیاره تو کلنش مطمئن بود که اون سیزن اون اول در واقع لوکال میشه و بزرگان ایران یه جورایی منو اونجا ثابت کرده بود و امکان نداشت مثلا سیزنی من توی کلن مثلا لوکالی باشم اون کلن نفر یک لوکال نشه، نه به خاطر کاپ هم کاپ هم بالا بود همیشه، مثلا توی تاپ 10 و 20 بودم میگه همیشه من، نه به خاطر اون موضوع نه، من پلیرای خیلی خفنی رایگان میآوردم تو کلن، مثلا
یه سیزن یادمه من رمی الیو درست عدم نکرتی چه بخواد من رمی الیو یه سیزن من آوردم توی بزرگان ایران بچه ها هیچ وقت یادشون نمیره بچه ها خیلی ها رو آوردم و حالا رمی الی چیزشون بود حبیشون بود یه جورایی چیم تا بارم همه اکتیف کنی ها او مای گاد آره این کلن رو دیدم اسمش رو دیدم یاد اون موقع افتادم خواستم بهتون بگم دوستان این ترکیب مگانایت شیت بچه من دارم اشتباه میکنم دارم بد بازی میکنم واقعا دارشمونیس رو بد زدم بعد تمرکز کنم فقط و فقط 1400 تا بیشتر نمونده تا برم بیفته و حریفم هم داره همینجوری کارت اسپم میکنه دیگه بومبر امیدوارم بیشتر دمیج نخوریم اوکی خب اول بالون بعد تورنادو و بعد الکتروویزارد و نروزم که الان میزنیم این لعنتی دوباره تونست اون کارت رو بندازه وا کینگ تاور شانس آورد دارک بالون بله یه دونم ای بیست یه تورنادو سریع ها عروس ماشاءالله عروس یکی دیگه یکی دیگه خاک تو سرت عروس خاک تو سرت البته بالون منظورم بود دارک دوستان گریویارد نه اول بالون سری ایویز روی سکلت تورنادو وا الکترو 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 آها عروس یکی دیگه ماشاءالله داریم بازی برمیگردونیم بچه ها داریم بازی رو برمیگردونیم دارک از عقب او مای گاد سری باید دیویز رو بزنیم وای وای بچه های گریویارد میزدم خیلی بهتر بود اگه گریویارد میزدم بهتر پیش میرفت روز او مای گاد چیکار دارم میکنم مثلا حواسم نیست من تورنادو رو چرا نزدم عروز و اینجا لعنتی او مای گاد بچه ها من سوتی دادم توی این مچ توی این مچ بسیار سوتی دادم و اصلا فکرش هم نمی کردم این توی کش بره اگه فهمیدی سوتیام کجا بود به خود منم بگی چون میدونم دیگه سوتیام دقیقا همون جایی بودش که برای 5 ثانیه صبر کردم و کارتی ننداختم و بزرگترین سوتیم همون بود میتونستم با تورنادو بمبر تکامل خیلی کار رو انجام بدم که نشد دوستان بتل بعدی داریم اشکال نداره اگه اون سوتی ها رو نمیدادم قطعا بازی به نفع من تمام میشد من از یه جورایی 2000 HP کمتر شروع کردم دیگه این اول کار من خیلی دمج خوردم و بعدش تازه شروع کردم و به هر حال نگرفت اون چیزی که میخواستیم فدا سرتون بطل بعدی رو با هم دیگه داشته باشه پکا از بک دوستان بوده فکر میکنم ترکیش باید جاینت گریویارد باشه چون آرچر داره خب بولر هم داره دیگه ولی تورنادوی نمیدونم برای چیه ایویز تورنادوی نمیدونم برای چیه مگه نه عروس او مای گاد فکر کنم این بالون باشه بچه ها بالون فریزه بالون فریزه بعده بچه ها این بالون فریزه در کل مچاپ خیلی سختی به نظر میاد آرچرهای تکامل و داستانا کارو سخت میکنن بچه ها واقعا بطل پیش خورده فشار خوردم ولی دارم خودم رو کنترل میکنم چون میدونم میتونستم ببرم اون مچاپو
خب بومبر تکامل رو الان پلی میدیم، امیدوارم که آرچر رو بزنه نصف کنه. یکی دیگه خاک تو سرت. دید گفتم بالونه، اول گفتم جاینت گریویارده ولی خب تورنادای منو به شک انداخت. بچه این تورنادو میخواد بزنه دیگه، مشخصه دیگه، دهنت سرویس. کینگ تاورم اکتیف کرد، کار خودتون میدیدن چقدر سخت شده دیگه، نمیخواد من بگم چیزی. اوکی دارک، همین که اینفرنو دراگون نداره به نظرم یه پوینت خیلی خوبیه. عروس بومبر سری تورنادو، ایویز بالون، این آرچر رو میزنه، آرچر بعده تورنادو. خب یه بومبر تکامل ماشاءالله، بومبر تکامل ماشاءالله، بی‌نظیری تو پسر. کیوتا رو اکتیو می‌کنی به اون چیزات والا این همه داره از رو پول برای ما کار انجام میده. آده یکی اینکه بارم اکتیف کنه دیگه، حالا سرش اکا تورنادو، حالا ایویز رو سب کنید، حالا ایویز رو نمیخواد عروض رو بزنید، چون با یه دونه دیگه عروض و تورنادو کار تموم شده است و باید حواسمون جمع باشه. سری عروض، یه دونه تورنادو خیلی سری و ایویز کارو خودش تمام میکنه. آخرین ضربه توسط الکترو ویزارد زده میشه دوستان. عجب ویدیو خفنی دوستان عزیز. بتل سوم رو با پیروزی پشت سر گذاشتیم، بریم بتل بعدی. به این آرچر دو بی جی خوردیم، ببینیم چی میشه داستان این مچ. دارک پرینس از بک، بومبر، ترکیبای زیادی به ذهنم میاد که مثلا با بومبر باشه. اوکی بربر، خب الان لابا به ذهنم اومد، یه لابا اومد به ذهنم که اگه باشه خیلی سخته کارمون بچه ها. لابا دهنت سرویس فقط، هیچی نمیخوام، نمیتونم بگم. پکا تنهایی بریم چیکار میکنه دیگه. یکی دیگه؟ نه. خب ایویز اول باید از این محافظت کنم، بعد سری تورنادو رو بزنم. اوکی عروض چوری که اونا بخوره، عالی بچه، عالی، قشنگ وایب دو سال پیشم رو دارم بچه ها. یعنی مطمئن باشی تا آخر سیزن من حداقل تاپ 200 رو میزنم، حداقل. یعنی کمترین رنگی که شما از من خواهید دید تو این سیزن تاپ 200. تنها چیزی که در واقع میتونم بهتون ارائه بدم همینه دیگه بچه ها، بگنه تاپ 100 فعلا کار داره، یه خود دیگه باید تو تاپ لیدر باشم و دستم بیشتر گرم بشه. دستم خیلی خوب شده الان، واقعا خیلی بهتر دارم عمل میکنم، ولی بهتر از اینا باید بشه. گریویارد یه دونه، دوتا، سه تا. بچه ها من برابر تکامونو چجوری بگیرم؟ وای دهنت سرویس بربر. آقا ناموسم بربر تکامل دیگه، اون موقع نبوده که من
تنها تفاوت من اون برابر تکامل بود که الان هست و اون موقع نبود. برابر بزن ها، بومبر بزن، بومبر خاک تو سرت بومبر. 6 5 3 بزن بزن. وای بچه من فشار دارم میخورم الان، فشار دارم میخورم. وای 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 ریدم دهنت. وای بچه خیلی اعصابم خورد شد، خیلی اعصابم خورد شد بتل پیش، خیلی اعصابم خورد شد. چی کار داشتن میکنن دقیقا داشتن چی کار میکنن؟ گوهی داشتن میخوردن گریویارد و بومبر و اینا نتوستن تاور رو بگیرن. دیگه چی شد؟ اصلا توجه کردی چی شد؟ من اگه تاور رو میگرفتم هر دو تاورم زنده میموند، یعنی من یکیچ بازی بشه میتونستم ببرم. اصلا نباید اونقدر اکسیر خرج شد اولن. بعد دیگه اصلا نمیدونم چرا اینجوری شد، اصلا اعصابم خورد شد بچه ها، اعصابم خیلی خورد شد. آخ 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 کینگ جابر بچه ها بطه بیش فقط اون برابر تکامل بود که تفاوت و رقم زد و وگرنه عمرناش منو میزد، عمرناش. خب پکا از بک این تمام شد دیگه اون قضیه. خوب شروع کردیم بچه ها این بطل رو. بچه ها الان یه فرصت خیلی عالی دارم قبل از اینکه پکا بخواد برسه به تاور، من از بومبر تکامل استفاده بکنم و همین کارم انجام میدم. یه دونه، دوتا، عالی عالی بی نظیر. قبل از حمله الانم 2000 تا کلن اچپی داشت و الان شد تقریبا 600 500 400 400. عالی تمام بچه ها، فقط باید دفاع بکنم دیگه، هر طور شده دفاع بکنم. اوکی شاید آیس اسپریت. نه بچه ها بطه دویش واقعا تو مخم رفت. بومبر سری گریویارد، از همین یه ذره بومبر هم باید استفاده کرد. بله البته اونجا گفتم آیس اسپریت، درست اشتباه گفتم الکترو اسپریت منظورم بود. عروس یه حرکت بزنیم بچه ها ببینیم میگیره داستان یا نه. آها یکی دیگه. آه مای گاد خودم رو به گاد دادم بچه ها اینجوریه. اوکی دارک گریویارد یه کار رو تمام بکنیم دیگه. خیلی داره دفاع میکنه، خیلی داره زجه میزنه، دیگه داره زجه میزنه بچه ها، دیگه داشت زجه میزد، دیگه داشت زجه میزد. این بطل بردیم بچه ها، خیلی عالی بود. ولی اصلا هیچ جوره اون بطل هم کینگ مرتزا همین یارو قبلیه که لا بود بچه ها هیچ جوره از کتم نمیره، تو کتم نمیره بچه ها. باختم و واقعا میتونستم هر دو رو ببرم اگه یه سوتیایی رو نمیدادم. و در کل بریم مطلب بعدی. خب بچه ها 369 گلوبال هستیم، بریم مطلب بعدی. امیدوارم که ویدیوهای تاپ لدر بنده رو به دلتون بشینه و آخر ویدیو هم یه چیزی بهتون میخوام معرفی بکنم، یه کاری رو میخوام بهتون تیز کنم که خودتون متوجه میشید. دادا این بطل نگاه بکنید و بعدش بهتون میگم که داستان چطوریه، میخوام چی رو اصلا بهتون معرفی بکنم. دو دقیقه 40 ثانیه اول بازی هستیم، بمبه رو میندازیم تا تکاملش سری دستمون بیاد. خیلی مهمه که بچه ها کارت ها رو بندازیم و تکامل به دستمون بیاد. میدونستم ها دارک مونیس رو بخاطر همین آماده نگه داشته بودم. دوستان یه چیزی هم هست که باید در نظر داشته باشید، کنونر به نظر من خیلی بهتر نسبت به تاور معمولی برای من احساس میکنم ها. کنونر قشنگ گریویارد میخورتش. بزن بومبه رو، آفرین آفرین. یکی دیگه بزن 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 بمیری تو رو.
الان آخ 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 فقط همین اسکلت ها میتونست دفاع بکنه واقعا. آره بچه ها من بیشتر دوست دارم کانر بهم بخوره تا تاور معمولی. مروز این نسخه ای که داره حریف بازی میکنه نه کانون داره نه هیچ چیز دیگه ای و خیالم از اینجور چیزا راحته. و بچه ها بیشتر از اینکه بومبر رو با یه ضربه کانونر میکشه خوشم میاد ازش، چون نمیذاره اصلا کار به اکتیو کردن کینگ تاور برسه. دمش گرم ناموسن، به نفع ما عمل میکنه دیگه. بعضی از شرایط بچه ها بومبر تکان باید بمیره، اصلا نباید زنده بمونه و کانونر این کار رو برای ما خودش انجام میده. خب یک دقیقه آخر بازی گریویارد و الان میبینید که گریویارد چه بلایی سرش میاره دیگه. من خودم بارها بله بچه ها تاور ره دهنت سرویس کنونه خیلی خوبی تو دارک سریع عروس نزن آنی ضربم. هیچی دیگه هیچی دیگه بومبر تکامل میگاد واقعا. اینجا میخوام دفاع بکنم، اصلا دوست ندارم تاورم رو بگیره، اصلا این جوره تاور نمیدم بهش. بچه ها این ترکیب ها واقعا خوبه، ای کاش همینا زیاد بشه که همینا هم بود بچه ها توی مثلا یکی دو سال پیش همین ترکیب ها زیاد بود دیگه، چیز اضافه ای واقعا کسی نمی آورد. 10 ثانیه آخر بازی عروس بمبر تکامل و تمام دوستان و تمام دوستان و تمام و تمام و تمام و تمام بچه ها این بود از ویدیوی تاپ لدرمون برای امروز. ببینیم رنکمون چند شد. امیدوارم که از این ویدیوی تاپ لدر خوشتون اومده باشه و بچه ها چون بد جاییم و بد تایمیه و بعد یه نیم ساعت دیگه ویدیو رو آپلود بکنم دیگه ویدیو رو همینان تموم میکنیم. 322 بودیم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. همین الان میخوام بهتون چیزی رو معرفی بکنم و یه جوری نشون بدم و بعد دیگه ویدیو رو تموم بکنیم. خب دوستان چیزی که میخواستم بهتون معرفی و یه جورایی یاد بدم، شاید نمیدونستید بچه ها مثلا چنل من شما دارید میگردید دنبال مثلا یه ویدیوی خفنید، تایم خالی دارید یا چه میدونم تو یوتیوب دارید میگردید، بچه ها بهتون پیشنهاد 100% میکنم. خب چون ویدیوهایی که در واقع اولای چنل میذاشتم یعنی 2022 اوایلش دوران اوج من بود، یعنی 2022 که من شروع کردم همون شروعش رنک 22 جهان زدم و ویدیوش تو چنل من هستش بچه ها، رنک 22 زدم و گذاشتم براتون. یه همچین حدی بچه ها دارم بهتون میگم. ببینید میاید پایین میاید پایین نوشه پوش تاپ لدر، 102 تا هم ویدیو توش هست که هر کدومش بهترین ویدیوهای بنده تو چنل من هستش. این 102 تا بهترین ویدیوهایی هستش که تو چنل من گذاشته شده. نمیگم 102 تا بیشتره، شاید حدود 250 تا ویدیوی اینجوری داشته باشم، ولی خب بیشترش رو نذاشتم دیگه، یه جورایی گلچین کردم و اینجا گذاشتم. ولی اگه بگردید تو چنلم برید پایین تر حتی بهتر از اینا هم شاید پیدا بکنید. بچه اینجا رو نگاه بکنید، مثلا زدم 7600 تاپ 30 جهان با پکا اولی دارم بهتون میگم، یا مثلا دومی تاپ 50 جهان با پکا بادوم مثلا در برابر مورتن و سرجیکال. مثلا اینجا نگاه بکنید، دارم بهتون پیشنهاد میدم که این بتل رو حتما ببینید. اگه ندید خیلی چیزا رو از دست دادید بچه ها. بذارید اگه فیلترشیکن یاری بکنه، مثلا اینجا رو نگاه بکنید، اولین بتل مورتن زدم پسش شاقیده، حالا خودتون برید بعدن نگاه کنید. مثلا اینجا رو نگاه بکنید سرجیکال بادوم، یعنی چی که دارم تا همین الان که دارم بهتون نشون میدم 2019 فینالیست هاشون توی همین این ویدیو هستش، فینالیست های دیگه دیگه 2019 که مورتن و سرچ کار بودن که رنگی بود که جهر در واقع با یک نمیچی سرچ کار با مورتن رو زد و اون بطل تاریخی رو در واقع به هم زد. حتی یه دونه ویدیومون هستش هر دو داشون، مثلا بطل بعدی انجل بسط بعدی بی بچه ها تیکیو بی اصلا بسط بعدی همین بچه ها هشما امیر چه ویدیویی بوده بچه ها. اینجوری به تو میشاند گرانیتی بچه ها یه دوامی بکنید شاید خواستید نگاه بکنید. یا مثلا دارم به تو میگم به عنوان مثال
کدومو مثلا ما کوین این مثلا خیلی ویو کمی داره ولی به شدت ویدیوی فوق العاده ای. حالا این رنگ هایی که میبینید بچه‌ها مثلا 19 20 یا شما 250 9 اینا هر کدومی که مشاهده میکنید آخر ویدیو رنگمو نشون دادم، یعنی واقعا که نوع جهان شده بودم. مثلا بیاید بهتون نشون بدم، اینو نگاه بکنید. مثلا بذارید بیاد، مثلا این 800 تا کنم ویو خورده. حالا شما پلیراشو ببینید من کیا رو زدم و این 800 تا کنم ویو خورده بوده. کلا بچه‌ها بهتون پیشنهاد میکنم این بخش از در واقع چنل بنده حتما بیایید، حتما بذارید بیاد. حالا ریده دیگه، نت ریده واقعا. نگاه یادش به خیر بعدی، مثلا اینجا رو آخرش رو بذارید بهتون نشون بدم. مثلا اینجا زدم 19 درسته. آها این آشش، این آشش، این آشش، یا 19. و میگم هر ویدیویی که بچه‌ها مشاهده میکنید رنگش رو زدم، دقیقا همون رنگ رو زدم و آخر ویدیو بهتون نشون دادم. و من یه دونه ویدیو دارم که زدم در تاپ 2 اگه بگردید هستش. خلاصه بچه‌ها مثلا اینجا زدم رنگ که ایران و سی جهان، مثلا 600 تا کنم ویو خورده. خدایی مثلا این 500 تا رنگ 60 جهان زدم بعد 500 تا ویو خورده. و مثلا اینجا 12 جهان زدم و لایف بتل هم هستش 770 تا کنم ویو خورده. تاپ 20 زدم 780 تا، 30 زدم تا 50 زدم. ویو رو نگاه بکنید خودتون دیگه، 8300 تا کاب. و کلن دارم بهتون میگم این بخش از چنل منو به هیچ عنوان دست نگیرید. مثلا اینو بهتون بذارید نشون بدم، شاید خواستید بیاید نگاه بکنید دیگه. بذارید اینو بزنم بره جلو. میگم در کل اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتری از ترکیه من ببینید، حتما این بخش چنل رو از دست ندید دوستان، اصلا این بخش رو از دست ندید. بزرگترین بخش چنل من همین ویدیو هاشه. چقدر من صبر میکردم واسه بتل یه دقیقه، یا خدا یه دقیقه و 18 ثانیه بده خره. مثلا اینو نگاه بکنید، اینجا چند زدم؟ 12 جمع زدم درسته؟ بذارید رنگ همو نشون بدم مثلا تو این ویدیو، که مثلا مطمئن بشید که همه رنگ هایی که زدم دقیقا همون دقیقا بوده توی بچه جاینت کری جاینت باز خیلی هست. کجا بودیم؟ آره زیاد زدم رفت جلو فکر کنم. بذارید آها آها ها هاچر یا همچین چیزیه. بعد قشنگ معلومه وسط های سیزن توی آخر های سیزنه، چون کاپ مشخصه بالاست اون موقع هر و اینجا نگاه میکنید دیگه 12 گلوبال. و در کل میگم ویدیوهای خیلی خفنی دارم بچه، توی این بخش به هیچ عنوان دستش ندید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک مثلا اینو کنین 8400 تا کاپ بچه، بذارید اینم بهتون نشون بدم. مثلا مچه باشو 8400 کاپ خیلی حرف بود. من رکوردم 8700 کاپه، ولی خب 8700 کاپ زمانی زدم که یوتیوب نداشتم بچه. و بذارید مثلا نویت ناکوی من چرا صبر میکرد مثلا ناکوی فت کرد بچه، فت کرد دوستداران پیکاب ریجز و مثلا اولین بطل این ویدیو فت کرد بوده. یه همچین ویدیوهایی بوده، اصلا دستان این ویدیوها رو. خب بچه اینو یادم رفتون نشون بدم بچه، این بخش هم حتما بیاید. 10 تا ویدیو از نمیشن بس پلیرز درسته. کلا بچه این بخش من اصلا یادم رفته بود، این همه ماه دارم براتون ویدیو میذارم و یادم رفت اصلا بهتون میگم که اینجا بیاید ویدیوها رو نگاه بکنید. به هر حال بچه این بخش بس پلیر خیلی بیشتر از این حرف هاست، ولی خب موقع یادمه که تا اونجایی که حال داشتم میابردم توی این پلیلیست ها. و میگم در کل این تک تک اینا بهترین پلیرهای جهان رو شکست دادم، یعنی محمد لایت فراوونه توی این ویدیوها، توی این ویدیوها رایلی فراوونه، رمیلی خیلی زیاده، مورتن که هر ویدیو هست. در کل امیدوارم که تا ویدیوهای آینده چند بنده رو سابسکرایب بکنید و اصلا دستشون ندید بچه. امیدوارم که دوباره برگردم به یه همچین درجه ای و توی همین سیزن براتون مورتن و
محمد لایت و این داستانا رو براتون شکست بدم و ویدیوهاشو بذارم. فعلا.